سرخط خبرها. صبر مردم لبریز می شود. فرمان دیگر رهبر طالبان صادر شد. وزارت تحصیلات عالی طالبان سال گذشته 131 نصاب تحصیلی را بازنگری کرده ایم. طالبان یک فعال شبکه های اجتماعی را در ننگرهار بازداشت کردند. طالبان یک فرمانده ارتش پیشین را در ننگرهار بازداشت کردند. ازدواج اجباری، دختر در هرات خودش را حلقاوی کرد. و جماعت اسلامی پاکستان، تنها گفتگوها می تواند روابط تیره میان اسلام آباد و طالبان را حل کند. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. ازدواج اجباری، دختر در هرات خودش را حلقاوی کرد. منابع محلی در هرات گفتند که یک دختر 19 ساله در این ولایت به دلیل ازدواج اجباری دست به خودکشی زده است. منابع روز جمعه دوی سنبله به روزنامه 8 صبح گفتند که این دختر یک روز پیش در روستای خان چارباغ فیروزه از مربوطات ولسوالی انجیل هرات خودش را حلقاوی کرده است. به گفته منابع این دختر حدود 5 ماه پیش به گونه اجباری با مردی که همسر داشت نامزد شده بود. منابع دلیل خودکشی این دختر را ازدواج اجباری گفتند. طالبان در هرات در این مورد چیزی نگفتند. پس از قدرتگیری دوباره طالبان بر افغانستان، موارد خودکشی در میان دختران و زنان افزایش یافته است. وزارت تحصیلات عالی طالبان سال گذشته 131 نصاب تحصیلی را بازنگری کرده ایم. مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان می گوید که این وزارت در سال گذشته 131 نصاب تحصیلی به سویه های مختلف را بازنگری کرده است. آنان روز یکشنبه 4 سنبله در برنامه حسابدهی دولت گفتند که این گروه با توجه به ارزش های دینی، ملی و معیارهای بین المللی 89 نصاب به سویه لیسانس و نصاب به سویه ماستری و 7 نصاب به سویه دکترا را اصلاح و بازنگری کرده است. به گفته آنان، نصابهای بازنگری شده برای منظوری به جوامع مربوطه طالبان فرستاده شده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنان گفتند که مکنون 189,991 دانشجو در دانشگاه های کشور مصروف تحصیل هستند. بر اساس اطلاعات طالبان، سال گذشته خورشیدی 51,950 دانشجو از دانشگاه ها فارغ شدند. یک ماه پیش نیز ندا محمدندی وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت که نصاب تحصیلی تغییر داده شده و برای تصویب به شورای وزیران این گروه فرستاده شده است. فرمان دیگر رهبر طالبان صادر شد. ملا هیبت الله: با استثنای سخنگویان، هیچ کس حق اظهار نظر از آدرس طالبان را ندارد. ملا هیبت الله خنزاده رهبر غایب طالبان در فرمان تازه‌اش دستور داده است که پس از این با استثنای سخنگویان مرکزی و وزارتخانه های این گروه، هیچ کس حق ندارد از آدرس طالبان اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان روز دوشنبه 5 سنبله به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات این گروه در مورد مسائل سیاسی تنها اعلامیه های تایید شده از سوی رهبری این گروه را نشر کنند. بر اساس گزارش، سخنگویان مرکزی طالبان از نشر موارد که از سوی آخندزاده تایید نشده باشد خودداری کنند. همچنان در این فرمان، فعالیت سخنگویان وزارت های طالبان تنها به ادارات مربوطهشان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید اداره با این گروه همگونی کند. طالبان پس از سلطه دوباریشان بر افغانستان در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور هستند. طالبان یک فعال اجتماعی را در ننگرهار بازداشت کردند. منابع محلی در ننگرهار گفتند که طالبان عبدالرحمن گلاب، یکی از فعالان شبکه اجتماعی را در این ولایت بازداشت و زندانی کردند. منابع تایید میکنند که گلاب روز یکشنبه 4 سنبله در ولسوالی شینواری بازداشت شده است. به گفته منابع، این فعال شبکه اجتماعی در حال حاضر در فرماندهی امنیت طالبان زندانی است. بر اساس اطلاعات منابع،
گلاب با نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی از رویکرد طالبان انتقاد می‌کرد. ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که طالبان گلاب را مجبور به اعتراف کردند. وی در این ویدئو می‌گوید که پس از این علی طالبان تبلیغ منفی نخواهد کرد. عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در ننگرهار نیز بازداشت این فعال شبکه‌های اجتماعی را تایید کرده است. طالبان یک فرمانده ارتش پیشین را در ننگرهار بازداشت کردند. منابع محلی در ننگرهار گفتند که استخبارات طالبان احمدشاه یکی از فرماندهان ارتش دولت پیشین را که به دعوت کمیسیون تماسین گروه به این کشور برگشته بود بازداشت کردند. منابع روز شنبه سه سنبله به روزنامه 8 صبح تایید میکنند که احمدشاه چهارشنبه گذشته در منطقه جنگلباخ از مربوطات نایی هفتم شهر جلال آباد بازداشت شده است. به گفته منابع این فرمانده پیشین ارتش پس از برگشت از ایران کار دفع و طالبان را نیز دریافت کرده بود. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. بر رغم اعلام عفو عمومی از سوی رهبری طالبان، این گروه طی سه سال گذشته صدها نظامی دولت پیشین را به بهانه های مختلف بازداشت، شکنجه و در موارد به قتل رساندند. جماعت اسلامی پاکستان: تنها گفتگوها می تواند روابط تیری اسلام آباد و طالبان را حل کند. حافظ نعیم الرحمن رئیس جماعت اسلامی پاکستان می گوید که تنها گفتگوهای معنادار می تواند بر تنش‌ها میان این کشور و طالبان پایان دهد. نعیم الرحمن روز جمعه دوی سنبله در یک نشست در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا گفته است که طالبان باید اطمینان دهند که شب نظامیان از خاک افغانستان زیر سلطه این گروه علی پاکستان استفاده نمی کنند. وی افزوده است روابط دو کشور به دلیل اقدامات از سوی مقامهای دولتی نه مردم پاکستان که نزدیک به 45 سال از یکدیگر حمایت کردند تیره شد. بر اساس گزارش دان رئیس جماعت اسلامی پاکستان همچنان با اشاره به اختصاص 20 میلیارد روپی پاکستانی برای عملیات نظامی پیشنهادی زیر نام عزم استیکام با شب نظامیان مخالف دولت این کشور در خیبر پختونخوا تصریح کرده است که جنگ رای حل نیست. نعیم الرحمن تاکید کرده است شما یعنی دولت پاکستان می توانید صلح را از رای عملیات نظامی حفظ کنید. بر بنیاد گزارش وی با ابراز نگرانی از افزایش حملات به نیروهای پاکستانی از مقامهای این کشور پرسیده است که شب نظامیان چگونه به اسلحه های پیشرفته دست یافتند. این اظهارات در حال بیان می شود که طی دو سال گذشته روابط میان اسلام آباد و طالبان به دلیل افزایش حملات شب نظامیان مخالف دولت پاکستان پرتنش شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.